سلام دوستان، حالتان چطور است؟ درباره کدام نقاش دفعه پیش صحبت کردیم؟ بله، هنرمندی به نام بوترو بود. امروز می‌خواهیم با هنرمند دیگری به اسم چاگال آشنا شویم. چاگال اثرهای هنری زیادی از زادگاه خود از گل‌ها و از عشق کشیده است. بسیار هیجان زده هستم تا بفهمم این نقاشی‌ها چه برداشت‌هایی به ما می‌دهد. امیدوارم این نقاشی‌ها باعث شود تا در اعماق قلبتان احساس گرما کنید. پس بیایید سریعاً سراغ آثار هنری چاگال برویم. این نقاشی چی چیزی را نشان می‌دهد؟ من یک فرشته با بالهای بزرگ می‌بینم که دارد یک شخص را به سمت مقصدی حمل می‌کند. حالا بیایید به این رنگ کمان در این بالا نگاهی بیاندازیم. فکر نمی‌کنید که یک نور بزرگ پشت این رنگ کمان وجود داشته باشد؟ تصور کنید چه چیزی می‌توانید در آن طرف رنگ کمان ببینید. اینجا چه مکانی است؟ با نگاهی به پشت زمینه آن به نظر می‌رسد که یک صحنه نمایش در سیرک باشد. ما یک زوج و یک حیوان زررنگ در قسمت جلو می‌بینم. روی هم رفته می‌توانم یک فضای آرام اما سرگرم کننده احساس کنم. در این نقاشی هم یک زوج وجود دارد. به نظر می‌رسد که یک مجلس عروسی باشد. در آن قسمت عقب‌تر چه چیزی می‌توانید ببینید؟ بله، یک مرغ که در اندازه یک انسان است آنجاست و فرشته هایی که در همه جای صفحه نمایش پنهان شدند. کجا هستند؟ سعی کنید آنها را پیدا کنید. بله، یک فرشته درون آن مرغ پنهان شده است و یکی دیگر در بین درختان و دیگری در آسمان. و پیدا کردن تصاویر مخفی در یک نقاشی بسیار سرگرم کننده است. این قطعه هم بسیار منحصر به فرد است. یک مرد و یک زن در فراز شهر سبز دیده می شود و زن در حال پرواز در آسمان است. اینطور نیست؟ اینکه چطور در یک لباس صورتی رنگ در آسمان شناور است بسیار جالب است. راستی چرا خالق این اثر آن را به این شکل نقاشی کرده است؟ چاگال تصاویر زیادی از افراد شناور در آسمان نقاشی کرده است. ما می‌خواهیم که این را با هم نقاشی کنیم. طوری با هیجان آن را بکشید انگار که خودتان در آسمان شناور هستید. درست مانند نقاشی چاگال، ما می‌خواهیم که یک شهر در پایین و یک شخص در حال پرواز در آسمان بکشیم. ابتدا می‌خواهیم که آلت‌ها را به دست آوریم. فعلا فقط نگاهی بیاندازید. حالا بیایید با جزئیات آن را بکشیم.
من می خواهم که صورت خودم را اینجا بکشم. شما هم می توانید چهره های خودتان را بکشید. من شبیه آن زن در نقاشی چاگال کشیدم.
حالا قصد داریم که آنچه را که با مداد کشیده ایم را با خودکار در بالای نقاشی مان بکشیم. از خودکاری که دارید استفاده کنید. از خودکار استفاده میکنیم تا آن را واضح تر کنیم.
اگر انجام دادید بیایید آنچه را با مداد کشیدیم پاک کنیم. اگر بلافاصله آن را پاک کنید ممکن است جای خودکار لک شود، پس می توانید کمی صبر کنید. وقتی نشان و مدادها را پاک کنید خیلی تمیز به نظر میرسه. حالا وقت آن رسیده است که از رنگهایی که دوست دارید برای رنگ‌آمیزی آن استفاده کنید. می توانید شهر را مانند نقاشی چاگال به رنگ سبز درآورید و یا اینکه از رنگهای مورد علاقه خودتان استفاده کنید. ویدیو را متوقف کنید و در حالی که به نقاشی چاگال نگاه میکنید تصویر خودتان را در حال پرواز در آسمان نقاشی کنید. بسیار خوب، من نقاشیم را به این شکل در آوردم. شما چطوری نقاشی کرده؟ کلاس امروز چطور بود؟ آیا دلتان برای دادگاهتان تنگ شده است؟ من هم دلم تنگ شده. دادگاه جایی است که هر کسی دلش برای او تنگ میشه. اگرچه ما به طور فیزیکی نمیتوانیم به دادگاهمان بنویم، اما هنوز میتوانیم در ذهنمان یادآوری کنیم و هنگامی که دلمان برای آنجا تنگ شده است میتوانیم با نگاه کردن به نقاشی هایمان آن را بهتر هم به خاطر بیاوریم. بنابراین سعی کنید با قلبی پر از شور و حرارت زادگاهتان را نقاشی کنید. پس دفعه بعدی میبینمتان. خدا نگهدار دوستان.